فارغان باشه رو بکنم. بله، فرصتی است که امروز با دوستان، با همیهنان درباره پاره از پرسش‌های شما گفتگویی داشته باشم. خب یکی از پرسش‌هایی که بارها شده و من زمان برای پاسخ به اون رو نداشتم، پیرامون زنده یاد احمد کسروی است. دست کم 5 بیننده برنامه از ایران و بیرون از ایران پرسش‌های رو پیرامون زنده یاد احمد کسروی عنوان کردم، چون می‌دانم که من دوستدار کارهای پژوهشی و شخصیت برجسته این انسان هستم و می‌دانم که کارهای ایشان رو با کارهای کسروی رو با بازبینی‌ها و افسوده‌های به چاپ دوباره رساندم، 3 بار چند باره رساندم، پرسش‌های زیادی از من دارند. ما در آستانه 70 سالگرد ترور زنده یاد احمد کسروی هستیم. می‌دانید که در سال 1324 خورشیدی یک ترور نافرجام در اردیبهشت ماه روی داد، در آغاز اردیبهشت، و سپس یک ترور بدفرجام، یعنی در واقع کشتن او در 20 اسفند 1324 در کاخ دادگستری، هنگامی که ایشان رفته بود و برای بود که به بازپرس پاسخ بدهد، پدر بازپرس که با فدایان اسلام همکاری داشت و در یک از شهرستان ها رئیس دفتر بود، این ماجرا رو لو داد، خبر داد که کسروی در این روز در کاخ دادگستری خواهد بود و اوباش و آدمکشان فدایان اسلام به آنجا ریختند و با یک سلاح کمری و چند چاقو او و منشی وفادار او حدادپور رو کشتند و بدن اونها رو تقریبا میتوان گفت تکه تکه کردند و با فریاد الله اکبر از کاخ دادگستری بیرون آمدند و افسوس که هیچ یک از اینها بیشتر از 2 ماه در زندان به سر نبود و همه اینها بخشوده شدند و یا از زندان رهایی پیدا کردند. یک پژوهشگر بزرگ تاریخ ایران رو کشتند، یک وکیل دادگستری، قاضی پیشین رو در کاخ دادگستری، کاخ عدالت کشتند و زندان هم ندیدند، از آخوندها هم جایزه و ستایش گرفتند. این سرنوشت نواندیشی و پرخاش به خرافات در کشور ماست. من بران هستم که در 70 سالگرد کشته شدن زنده یاد احمد کسروی در چند شهر اروپا و آمریکا برنامه هایی رو برگزار کنم با همکاری کسانی که در این زمینه ها کارهای نیکی رو انجام دادن. آقای دکتر کشاورزی در پاریس، آقای منیافزاده، آقای پاکدامن، کسانی که بر روی آشنایی هایی با زنده یاد احمد کسروی دارند. امیدوار هستم که در ماه فروردین و اردیبهشت سال آینده برنامه هایی داشته باشیم، چون بر روی در اسفند ماه شدنی نیست نوروز پیوند پیدا میکنه. این است که در فروردین و اردیبهشت سال آینده امیدوار هستم که برنامه هایی رو برگزار کنم یا برگزار کننده برنامه هایی باشم که در چند شهر اروپا و آمریکا خواهد بود و یاد این مرد بزرگ تاریخ ایران رو زنده نگه داریم. در همین زمینه دستن در کار بازنویسی زندگی نامه ایشان هستم، یعنی کاری رو که او در 3 بخش انجام داده، به نام زندگانی من و سپس 10 سال در عدلیه و سرانجام چرا از عدلی بیرون آمدن، اینها رو در یک کتاب با هم همراه با پانویسی ها و افسوده ها و توضیحاتی که بر روی باید برای این کار داد، اینها رو با هم پیش از 70 سالگرد کشته شدن زنده یاد احمد کسروی اینها رو منتشر کنم. در این بررسی هایی که در این سال ها کردم، می توانم دستکم به این پرسشی که بسیاری از شما از من کرده اید پاسخی بدهم. پرسشم این است که احمد کسروی، کتاب نویسی که در دوران بسیار کوتاه کار و کوشش خودش 25 سال، چون می دانید که او در 30 سالگی به تهران آمد، تا اون هنگام کتابی به فارسی ننوشته بود، چند کتاب به عربی نوشته بود، بیشتر برای آموزش کودکان و جوانان و کارهای پژوهشی بود. به راستی از هنگامی آغاز شد رو به تهران آمد در سال 1000 و در پایان سال 1299 خورشیدی 1300، در اون هنگام او 29-30 سال بیش نمی داشت و
کار پژوهشی او از 30 سالگی آغاز شد و 55-56 ساله بود که در کاخ دادگستری کشته شد و این انبوه کارهای بسیار بزرگی که او انجام داده است به ویژه در زمینه تاریخ مشروطه، تاریخ آذربایجان، تاریخ سیستان، تاریخ خوزستان و کتاب‌های بسیار ارزشمند دیگری که منتشر کرده، بیش از 70 رنگی کتاب، برخی از اونها جنبه‌های بیشتر جدلی و نظری داشته، بسیاری از اونها دارای جنبه‌های پژوهشی است. 2 روزنامه یا مهنامه به قول خودش پرچم و پیمان رو منتشر می‌کرده، در 1-2 رسانه دیگر همگاه قلم زده و روی هم رفته. باید گفت انبوهی از نوشته از اون به جای مونده که هنوز هم هنگامی که شما اونها رو می‌خوانید تازگی دارد، به ویژه کار و کوششی که در زمینه پاکسازی و زیبایی زبان فارسی انجام داد و بسیاری از واژه‌هایی رو که او یافت و روانگرداند امروز مورد پذیرش بسیاری از ما هست، مانند واژه خودکامه. همین واژه روانگرداندن اصلا این رو میگفت که واژه‌ای رو روانگردانیم و پذیرفته خواهد شد و کارهای بسیار نیکی که در زمینه‌های گوناگون انجام داد. پرسشی که این هم میهنان از من کردند از این رو که میدانند تا چند اندازه در مورد زنده یاد احمد کسروی کار کردم و دوستدار کارهای ایشان هستم، این است که چرا کسروی این چنین دشمنی با حافظ و مولانا و شعر فارسی داشت. شاید هم از این فراتر برویم، این دیدگاه کسروی درباره شعر فارسی دشمنی خیلی از روشنفکران ایران رو برای او خرید، یعنی اونها رو با کسروی شاید میتوان گفت دشمن کرد. البته تنها به دلیل این نبود که او به نقد شعر فارسی نشسته بود و حافظ چه میگوید و نقدهای پیرامون و مولانا و چیزهای از این دست رو به چاپ رسانده بود و یا کتاب سوزان به راه انداخته بود. پیشتر از اون هم برخی از نویسندگان سرشناس ایران با او سر سازگاری نداشتند، خود او هم سر سازگاری با اونها نداشت. زنده یاد نفیسی که نخستین کسی است که پس از 10 سال که او کشته شده بود نوشته بسیار ارزشمندی رو درباره او منتشر کرد، میگوید که من یک بار کسروی رو در خیابان دیدم و گفتم که شما دیگر سراغ من نمی آیید و کسروی بدون هیچ گونه درنگی به او گفته که من منزل شما می آمدم که کتاب بخوانم و کتاب دیگری که ارزش خواندن داشته باشد در منزل شما نیافتم و نیازی به آمدن منزل شما نمی بینم. آدمی بود که از این منظر بسیار خوش بود. یا ملک و شعرای بهار که از سوی کسروی متهم شده بود که بنا بود کتابی رو در اختیار او قرار بدهد، برود خانه معروف ملک و از کتابخانه ملک کتابی رو وام بگیرد که کسروی کتاب رو ببینه، میرود اون کتاب رو خودش منتشر میکنه و کسروی رو بسیار برافروخته و برانگیخته میکنه و به همین دلیل هم کسروی به او پرداخته و نقد کرده بود و ملک و شعرهای بهار هم یک سروده بسیار توهین‌آمیزی درباره کسروی سروده که به جای مانده، نقد به کسروی. ولی به هر حال میتوان گفت که این نگاه کسروی به شعر فارسی و کتاب سوزان از جنبه های منفی زندگی کسروی بوده. یعنی شما نمیتوانید از یک انسانی که براستی باید گفت نابغه بوده در بسیاری زمینه ها انتظار داشته باشید که در همه زمینه ها کار مثبت انجام داده باشد. من در کارهای خودم هم به کار کتاب سوزان کسروی به ویژه خورده گرفتم، چرا که یک انسان پژوهشگر شیفته کتاب نمیتواند برای نقد به پاره ای نوشته هایی که او گمان میکند نادرست است و زیانبار برای فرهنگ ماست، فرهنگ کتاب سوزانی به راه بیندازد. کتاب سوزانی یک فرهنگ دشمنی با دانش بوده. هنگامی که اعراب مسلمان به ایران و مصر اون زمان هجوم آوردند، کتاب سوزان به راه انداختند در اسکندریه، در بخشی از شهرهای ایران کتاب سوزانهای بزرگی را آغاز کردند و در به ویژه در اسکندریه میگویند که ماها کتاب میسوزاندند، تا جایی کتاب میسوزاندند که گرمابه های اونجا برای 6 ماه نیاز به چوب نداشت. البته شاید هم
گزافه‌گویی در این زمینه بوده باشد، ولی به هر حال می‌دانیم که یکی از رفتارهای دشمنان اندیشه و فرهنگ موجود در کشورها کار کتابسوزانی است. این است که این کار کتابسوزانی احمد کسروی رو نمیتوان پشتیبانی کرد. چرا این کار رو انجام میداد؟ خود او در چند نوشته توضیح داده. اون بر این باور بود که پاره ای از رفتارهای فرهنگی در تاریخ ایران برای ایرانیان بسیار زیانبار بوده. او بر این باور بود که دو جریان به رشد فرهنگی و حتی اقتصادی جامعه ما، سیاسی جامعه ما زیان رسانده، به شریعت و طریقت. شریعت رو در قالب اندیشه های شیعیگری مورد بررسی و نقد قرار داده بود و طریقت رو به عنوان ارزش های صوفیانه و خانقاهی. شعر فارسی رو هم به ویژه نوشته های کسانی مانند مولانا رو گواهی بر این روش های طریقتی می دانست. من هیچگاه در نیافتم که چرا کسروی حافظ رو یکی از صوفیان یا خانقاهیان یا عارفان دانسته، چون حافظ هرگز به اندیشه های خانقاهی آلوده نبود و خردگرایی بود بسیار بسیار برجسته در تاریخ ایران. و به هر روی کسروی بر این باور بود که به جای شعر سرودن باید به دانش ها می پرداختند و این گریز ایرانیان از این دانش ها رو با نقد به شعر و کتاب سوزان پاسخ می داد. به داوری من کاری نکوهیده و کار نسنجیده بود، کار نادرستی بود و زیان به شخصیت کسروی زد و بسیاری از کسانی که می توانستند تحت تأثیر کسروی قرار بگیرند و شاید در دورانهایی هم قرار گرفته بودند و او رو می پسندیدند به دلیل کار او در نقد به شعر فارسی و به ویژه کتاب سوزان نمی بخشیدند. من هرگز فراموش نمی کنم پدر من که دوبار با کسروی دیدار کرده بود و به گفته خودش هم با آقای یاشاتر به دیدن کسروی رفته بودن، هر دو جوان بودن، شاید 16-17 سالشون بیشتر نبوده. می گفت پس از دو بار دیدار با کسروی تصمیم گرفتم دیگه رو دیدار نکنم، برای اینکه می ترسیدم از مذهب من رو، از دینم من رو برگردانه. ولی بر رو بیشترین نقدی که به کسروی داشت در این زمینه کتاب سوزان بود. این است که پاسخ من به این میهنان گرامی در این است که کسروی خردگرای دشمن خرافات و پژوهشگر بسیار بسیار بلند پرواز و توانای ایران رو باید از این رفتار ناسنجیده او جدا کرد و این رو پذیرفت که انسانهای بسیار برجسته‌ای در درازای تاریخ می توانند کارهای نادرستی بکنند. من این رو در یک یا چند سخنرانی در اروپا به عنوان نمونه گفتم که عقاب‌گاه باشد که برای شاید به دلایلی به جایی که کلاغ هست، به پایینی جایی که کلاغ هست پرواز بکنه و پایین بیاد، ولی کلاغ هرگز به عقاب نمیرسه، هرگز به جای عقاب پرواز نخواهد کرد. کسروی در این زمینه نادرستی ها و رفتار به هر حال مورد نکوهشی از خودش نشون داد، ولی مجموع زندگی کسروی یک مجموعه بسیار کلان و با ارزشی است که جایگاهی ماندگار در تاریخ ایران داره و در این جایگاه ماندگار این اندکی کسروی ها رو باید به او بخشید. این پاسخی است که میتوانم به طور کلی به این همیهنان گرامی بدم. من در روح و روان و ذهن کسروی نبودم و نیستم و نمیتوانم پاسخ بدم که چرا با چنین کینه و پرخاشی نسبت به حافظ و مولانا برخورد میکند. تا حدودی حتی شاید مولانا رو هم بفهمم، ولی حافظ رو نمیتوانم دریابم. پرسشی یکی از دوستان بسیار ارزشمند ما، از بینندگان ارزشمند این برنامه، آقای پیمان کردن که جا دارد در یه برنامه ویژه‌ای من به اون پاسخ بدم. گفتن که چنان که میسر باشد توضیح بدهید که پیروان راستین زنده‌یاد محمد مصدق چه کسانی هستند و میان سنجابی و بختیار کدام یک بیشتر از شمار پیروان راستین مصدق به شمار می آمدند و
کدام گزینه رو اگر مصدق زنده می بود در آستانه انقلاب 57 کدام گزینه رو برمی‌گزید، کدام گزینه رو انتخاب می‌کرد؟ خب پرسش بسیار دشواری است، چون ما نمی‌توانیم بگوییم که اگر زنده یاد محمد مصدق در کوران انقلاب 57 زنده بود چه می‌کرد. می‌توانم این گونه گمانه بزنم که هر کاری می‌کرد بیگمان با فراز یک حکومت آخوندی در ایران همراهی نمی کرد. این رو می توانم از بررسی هایی که در مورد اون شخصیت انجام دادم گمانه بزنم و بیش از این هم نمی توانم داوری کنم، چون بر روی ایشان سالها بیش از یک دهه پیش از انقلاب 57 در گذشته بود و این رو می توان داوری کرد که وفاداری او به قانون اساسی، وفاداری او به قانون و اصول قانونی چنان بود که نمی توانست با این طغیان خشم، طغیان جهل همراهی بکنه. در دوران رویدادهای انقلاب 57 تا اونجایی که من می توانم داوری کنم، هم سنجابی و هم بختیار هر یک به گونه‌ای کوشش میکردن ادامه کار زندیات مصدق باشد. این رو میتوانم البته بگویم که گزینش بختیار در پذیرش نخست وزیری محمد رضا شاه کاری بود که به تو سفارش زندیات صدیقی انجام گرفت. خود صدیقی اول نخستین کسی بود که شاه از او خواسته بود که نخست وزیری رو بپذیرد و او شرطی گذاشته بود که شاه نپذیرفته بود. شرط او این بود که شاه بماند، شاه از کشور خارج نشود و گویا یک سخنرانی بسیار تندی هم در دیدار با شاه کرده بود درباره آنچه که در 25 سال پیش از یا سالهای پیش از انقلاب 57 روی داده بود، از 32 تا 57. این که زنده یاد صدیقی یکی از وفادارترین یاران مصدق، کسی که در تمام روز 28 مرداد همراه مصدق و 29 مرداد همراه مصدق بود و به راستی باید گفت یکی از شخصیت‌های بسیار بسیار بزرگ جامعه ایران به شمار می‌آمد و ای کاش جایگاه او رو ما بیشتر در می‌یافتیم و بیشتر عرج می‌نهادیم، این که او از یعنی رفته بود که نخست وزیری محمد رضا شاه رو بپذیره و محمد رضا شاه شرط او رو نپذیرفته بود و او سفارش کرد به بختیار که این نخست وزیر رو بپذیره، میتواند ما رو به این نتیجه برساند که این دیدگاهی بود چه بسا زنده یاد محمد مصدق هم شاید در چنین راهی گام برمی داشت. نمیتوانم قطعا بگویم، ولی میتوانم بگویم که به داوری من کاری که زنده یاد بختیار کرد و بسیار شجاعانه هم بود کار ستودنی نیست، یعنی با شجاعت در واقع پذیرفت که راهی رو بیابد برای جلوگیری از اینکه یک جریان تندروی مذهبی بتواند در ایران چیره بشود. به داوری من با درایت دریافته بود این موضوع رو، اینکه بعدها چه شد و چه کرد و غیره اینها به جای خود، ولی کار او در پذیرفتن نخست وزیری زنده یاد بختیار کار ستودنی بود و کار ارزشمندی بود و کار شجاعانه‌ای بود و کوششی بود برای اینکه جامعه وارد یک دوران بحران انقلابی و روی کار آمدن جریان‌های مذهبی نشود و انگشت‌شمار کسانی بودند در اون دوران که این رو در می‌یافتند. من خودم در اون دوران می‌دانم که پشتیبانی کردم از کار بختیار و پدر من هم در اون دوران پشتیبانی کرد از کار بختیار و او رو ستود. البته او بر این باور بود که بختیار باید مرزها رو میبست و اعلام جمهوری میکرد و خب چنین چیزی از سوی بختیار شدنی نبود، اما نمیتوانم بیش از این در این باره داوری کنم. خب آقایی به نام احمدی که از دوستداران برنامه هستن یک نامه بلندی برای آقای مهری فرستادن و پاره پرسش ها رو در این نامه عنوان کردن که
مهمترینش شاید مربوط باشد به تقی‌زاده و کسروی. ایشان می‌نویسند که در تاریخ مشروطه کسروی اشاره کرده به موردی که تقی‌زاده از خارج برگشته بوده و در گفتگویی به ستارخان خورده گرفته بوده که کسی رو، فرج آقایی رو در اون دوران که ستارخان به مرهم فرستاده بوده، آقای تقی‌زاده یاد گرفته بوده که این فرج آقا در مرهم شراب میخوره و ستارخان هم پاسخ داده بوده که من ایشان رو برای پیش نمازی مرهم نفرستاده بودم. و البته من این نوشته زندیات کسروی رو امروز پس از اینکه این پرسش رو آقای مهری برای من فرستادن نرسیدم که بروم به کتاب رو نگاه کنم، ولی این گونه که این هم میهن گرامی میگویند و گمان میکنم که بر روی درست باشد، میگوید که این از خشک مذهبی بودن تقی‌زاده برمیخیزه و میپرسند که آیا این داوری کسروی درباره تقی‌زاده درست یا نه. کسروی با تقی‌زاده میانه خوبی نداشت و از این فراتر بروم، تقی‌زاده شخصیتی بود که شاید در تاریخ ایران در میان روشنفکران نواندیش و کسانی که به هر روی به آزادی و مدرنیته میاندیشیدند برداشت‌های دوگانه‌ای از او داشتند. اینکه تقی‌زاده در مقام وزیر رضا شاه کسی بود که گفتگوهای مربوط به نفت رو در پیمان 1933 رهبری می‌کرد و حتی مصدق به او پرداخته بود در اون مجلس 14 سخنرانی‌های طولانی مصدق بر این باره، سخنی که خود تقی‌زاده درباره خودش گفته بود که ما در واقع چاره‌ای جز این نداشتیم. یک رو واکنش هایی رو در میان برخی از روشنفکران و مهندیشان و پژوهشگران ایران نسبت به شخصیت تقی‌زاده ایجاد کرده بود. به داوری من تقی‌زاده یکی از برجسته ترین شخصیت های انقلاب مشروط است. یعنی جدا از اینکه کسروی نسبت به او این گونه می اندیشه یا نمی اندیشه، تقی‌زاده جایگاه بسیار بسیار بلندی در مدرنیته ایران داره. همون کاری که در نشریه کاوه، یعنی این دو نشریه که در برلین منتشر می شدن، کاوه و ایران شهر، اینها باید گفت که تأثیری که در ساختن فرهنگ مدرنیته ایران داشتن بسیار بسیار ارزشمند بود. البته هر دوی این نشریه پس از فرمان مشروطه منتشر شدند، در دورانی که بسیاری از آزادی خواهان از ایران گریخته بودند پس از اینکه محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست و در برلین گروه های از اونها گرد هم آمده بودند و برلین در برلین کاوه و ایران شهر رو بیرون میدادند. ایران شهر نشریه روشن فکری تری بود و کاوه یک نشریه بیشتر سیاسی بود، ولی کار تقی‌زاده کار بسیار ارزشمندی بود. در همون دوران در مجلس اول بسیار جایگاه بلندی داشت و مجلس دوم، و من نمیتوانم این ارزیابی رو بپذیرم با برداشتی که از کارهای کسروی از کارهای تقی‌زاده داریم که تقی‌زاده میتوانست خشک مذهبی باشه. چیزی که در رفتار تقی‌زاده نمیتوانیم بیابیم خشک مذهبی بودن اوست و زندگی او در اروپا، رفتار او در اروپا، نزدیکیش با قزوینی، رفتن او و نزدیکی او با براون و کارهای دیگری که انجام داده بود و یا آنچه که به یاد پدر من از تقی‌زاده مونده و برای خود من تعریف میکرد، گواهی بر این است که تقی‌زاده یک انسان خشک مذهبی هرگز نبوده. این که چرا این نکته رو به ستارخان گفته نمیدانم، چه زمینه‌ای میتوانسته وجود داشته باشد. شاید به این دلیل بوده که میخواسته بهانه‌ای به دست نیروهای مذهبی در اون دوران ندهد. هرچه بوده، به هر روی من این داوری کسروی رو نمیتوانم بپذیرم که تقی‌زاده یک شخصیت خشک مذهبی در اون دوران به شمار میامده. راستی هم این است که شاید در دوران گیرودار انقلاب مشروطه خود کسروی مذهبی تر از تقی‌زاده بوده، اصلا درس ملایی خونده بوده، در حالی که تقی‌زاده به مرحله ملایی نرسیده بوده، رخت دینی بر تن داشته. او هم مانند کسروی سید بوده، سیدزاده بوده
ولی گمان نمی کنم که تغیزاده رو می توان تغیزادهی که اتهامی که به او میزنند این است که میخواسته ما را از سر تا پا فرنگی بکنه خشک مذهبی بوده. این رو من دشوار هست برام بپذیرم. در نتیجه در پاسخ به این همیهن گرامی باید بگویم که من به شما این وعده رو میدهم که در یک یا چند برنامه با آقای مهری درباره زندگی تغیزاده با هم صحبت کنیم. یکی از شخصیت هایی که باید دوباره شناخت، بازشناسی کرد. اینجا یه خاطری رو از پدرم خدمتتون بگویم. میدانید که من با ایشان چون وکیل خصوصی دکتر مصدق بودم میرفتیم گاه بیگاه احمد آباد. من بسیار خردسال بودم و خیلی از چیزهایی که به یاد دارم بعدها فهمیدم که چه بوده، ولی برون چون با پدرم برای نوشتن خاطراتشون گفتگوهای درازی رو انجام دادم یادآوری کردم که شما یادتون هست یک بار با زندیاد مصدق درباره تغیزاده صحبت میکردید و بله بله گفتم چی بود موضوع. خب میدانید که در دورانی که مصدق نخست وزیر بود تغیزاده رئیس سنا بود و در نتیجه شاید به ظاهر در دو جبهه ایستاده بودند، چون بیشتر کسانی که از یاران مصدق بودند با سنا میانه خوشی نداشتند. فکر میکردن سنا کنام درباریان است و خود تغیزاده را هم به عنوان یک آدمی که وابسته به جناح دربار هست میشناختند. به نظر من داوری بسیار نادرست، چون تمام پژوهش‌های تاریخی نشان میدهد که در اون دوران تغیزاده یکی از کسانی بود که جلوگیری کرد از تندروی‌های درباریان در برابر مصدق و حتی کوشش میکرد اونها رو با هم آشتی بده و در پاره ای از مواردی که سنا میخواست رأی به زیان مصدق بدهد او جلوگیری کرد. ولی برگون به نظر میامد که میانه مصدق و تغیزاده خوب نباشه. این است که از پدرم پرسیدم در این زمینه که چه موضوعی رو شما با مصدق مطرح میکردید. بله یک پیامی رو از سوی تغیزاده، دیداری رو با تغیزاده داشتم و ایشان خواسته بود که من وقتی به دیدار شما یا دیدار مصدق می آیم این پیام رو بدهم که ایشان بسیار شما رو دوست داره. و پدرم مصدق هم برگرد گفت ایشان انسان بسیار بسیار شریفی هستند و از ایرانیان بسیار درستکار و ارزشمند هستند، سلام من رو هم به ایشان برسانید. یعنی به نظر می آید که در دوران پایان و پس از 28 مرداد یک نگاه دوستانه تری میانه یا دوستدارانه تری میانه تغیزاده و مصدق به وجود آمده بود. تغیزاده یکی از نمادهای مدرنیتی ایران به شمار می آمد و این است که باید حتما اگر این برنامه رو آقای مهری هم می‌بینن یادداشت کنن که من تعهد دادم که یک برنامه یا چند برنامه رو با ایشان در مورد تغیزاده داشته باشیم. فکر می‌کنم شخصیت بسیار برجسته‌ای بوده. به شما هم میهنان گرامی هم سفارش می‌کنم حتما کتاب خاطرات طوفانی ایشان رو که زندیار افشار منتشر کرده اگر این رو بیابید بخوانید. بسیار ارزشمند است این کتاب. کار بسیار نیکی رو اون مرد انجام داده. افشار هم از شمار کسانی است که کم درباره او ما ایرانیان گفتگو کردیم. در واقع باید گفت به دو نفر خیلی کم پرداختیم. یکی زندیار جعفری مدیر پایه‌گذار مؤسسه امیر کبیر است که بزرگترین شرکت انتشاراتی خاورمیانه بود و کارهای بسیار نیکی رو مردی که درسی هم نخونده بود انجام داد. و دیگری تغیزاده ببخشید افشار که در این بنیاد افشار و کارهایی که انجام داد خدمتی رو به فرهنگ ما انجام داده و براستی باید این دو انسان رو یک در رشته‌ای که کار میکردن بسیار معرج بداریم ما ایرانیان که چه کار نیکی رو برای جامعه ایران انجام دادن. به میشه زندیاد افشار که بسیاری از کارهایی که امروز ما در باره تاریخ ایران، تاریخ دست کم دوران قاجار باش آشنا هستیم، از کوشش های بسیار ارزشمند زندیاد افشار هست. یادش بخیر، من ایشان رو یک سال پیش از درگذشتشون در آخرین سفری که به خارج داشتن در لس آنجلس دیدار کردم و ای کاش 100 سال دیگر هم زندگی میکردم. همین همیهن گرامی پرسش دیگری رو عنوان کردند که
آزموده گویا در دادگاه به مصدق گفته که اشاره کرده به اگر درست فهمیده باشم که اصل 48 متممه قانون اساسی یا مصدق خودش این رو مطرح کرده در خاطراتش که اصل 48 ایراد گرفته به اصل 48 متممه قانون اساسی که در اون اصل شاه اجازه داره که هر دو مجلس شورای ملی و سنا و یکی از اونها رو هرگاه اراده کنه این مجلس ها رو تعدیل کنه. این ماده اصل 48 اصلی نسبتا تازهی در قانون اساسی ایران هست، جزو متمم همین چیز اصل قانون اساسی است. در مجلس مؤسسانی که در سال 1328 تشکیل شد این اصل به تصویب رسید. تنها مصدق نبود که مخالف این اصل بود، معروفترین مخالفت رو در این زمینه قوام السلطنه کرده، نه مصدق. یعنی اگر بخواهید شما نگاه کنید که چه گروه های مخالف این اصل بودن در اون دوران، نه نوشته ای از مصدق در مخالفت با این ماده اصلاح شده مجلس مؤسسان نداریم. بعدها مصدق رو ایراد گرفته، البته پیش از اون هم مخالف بوده، ولی به نامه بسیار زیبا به راستی ماندگار و از نظر ادبی شاهکار از قوام السلطنه در دست ماست که نامه دوم حتی شاید بهتر از نامه نخست باشه. نامه نخست میگوید که این کاری که شما میکنید خلاف قانونه، نباید مجلس مؤسسان، پیش از تشکیل مجلس مؤسسان میگوید شما نباید قانونی تصویب کنید که به شاه اجازه بدهد خودسرانه مجلس برگزیدگی ملت رو منحل بکنه، و یادآوری هایی میکنه که این کار به زیان شما تمام خواهد شد. و البته دربار در اون هنگام اون لقب معروف که روی حضرت اشرف رو که به قوام السلطنه داده بودند و اون همه ستایش میکردند به دلیل رویدادهای آذربایجان، اون لقب رو از حضرت اشرف از قوام السلطنه گرفتند و قوام السلطنه نامه دومی نوشته. شاید در برنامه هفته آینده من بخشای از این نامه دوم رو که با یک سروده بسیار زیبا یا سعدی آغاز می شود، این رو برای شما بخشای از اون رو بخونم. چه خامه ای، چه سخن توانایی در این نامه که قوام السلطنه نقد می کند و می گوید که این کار شما خودکامگی است و نادرست است. کار نامه بسیار بسیار ارزشمندی در این زمینه است. این است که ایران به اصل 48 متمم قانون اساسی تنها از سوی کسی مانند مصدق نیست، قوام السلطنه و بسیار دیگر هم این رفتار رو خلاف روح قانون اساسی می‌دانستن، ولی همین می‌گویم که خود مصدق هم چنین کرد. برمیگردد به موضوع رفراندوم. من شخصا بر این باور هستم که رفراندوم کار ناسنجیده ای از سوی زنده یاد مصدق بوده، یعنی کاری بوده که زمینه رو برای نقد به او آسان‌تر کرده و به ویژه نوعی که این رفراندوم برگزار شد. البته هنگامی که قانون نمیتواند راهی برای برون رفت از یک بحران در جامعه بیابد، نخبگان جامعه میتوانند راهکارهای تازه‌ای رو جستجو کنند. رفراندوم در قانون اساسی کشورهای دیگر هم نبوده و خیلی ها به این رفراندوم ها متوسل شدند. دوگل هم به رفراندوم متوسل شد. شاید درست نبوده باشه، ولی بر روی مجلس رو کسی خودسرانه در اون هنگام منحل نکرد و یعنی مصدق مجلس خودسرانه منحل نکرد. بحث مفصلی است که اجازه بدهید که در اینجا به اون نپردازم. خب پرسش دیگری است که فرصت خیلی زیادی هم نداریم. پرسش است که اشاره اون امروز خواهم کرد و در برنامه هفته آینده هم ببخشید در برنامه روز آدینه برنامه یک کلمه هم بیشتر به اون خواهم پرداخت. و این پرسشی است که تنها ایشان و نکته نیست که تنها ایشان عنوان کنند، بلکه دیگران هم با من راه این رو در میان نهادند. نکته اساسی ایشان این هست که آقای امینی، در کشوری که شما کوشش میکنید این اندیشه های نو رو و این داوری های نو رو در برابر اونها قرار بدهید، بخش بسیار کوچکی از مردم شعور و فهم برداشت درست از کارهای کسانی مانند شما رو دارند و در واقع میگوید که پس چرا به این کار میپردازید.
یا میپرسن که آیا کار شما مؤثر خواهد بود؟ خب پاسخ من این گونه است که شما نتیجه کار روشنگری و بیداری مردم رو نمیتوانید بر فردای اون کار بررسی کنید، بلکه باید در سالهای درازی پس از اون مورد بررسی قرار بدهید. این دگرگونی ها دگرگونی های دراز مدت است، یک شبه نیست. ما نمیتوانیم به دلیل اینکه همچنان این نوع رفتارها بر کشور ما چیره است و خرافات و دشمنی با دانش بر کرسی قدرت نشسته، از بیداری مردم دست برداریم، از کار پوشش برای آگاه کردن مردم دست برداریم. اگر پایگزاران مدرنیته و انقلاب مشروطه ایران این گونه میاندیشیدن، در اون برهوت بیدانشی هرگز به کار خودشون نمی پرداختند. هنگامی که مستشار دوله تبریزی کتاب یک کلمه رو نوشت، بیش از 1-2% جمعیت شهری ایران سواد نداشت و در اون برهوت واپسماندگی اینها امیدوار بودند که پنجره مقابل جامعه ایران بگشایند و ایران رو با دنیای پیشرفته از راه این پنجره‌ای که باز میکنند آشنا کنند و به اونا بگویند که شما هم میتوانید با این تاریخ کهنی که داشتید و با این تاریخ ارزشمندی که داشتید و این همه نخبگانی که در این سرزمین سر بلند کردند، شما هم میتوانید خودتان را به این تمدن نو برسانید، مدرن بشوید. و در برابر طبیعتاً گشودن این پنجره، تبهکاران و سیاهکارانی بودند که میگفتند خیر، باید با دانشا مخالفت کرد، باید با اندیشه های مخالفت کرد. زنده یاد رشدیه، این گامی که مدرسه نور رو در ششگلان تبریز گشود، ریختند و مدرسه رو ویران کردند. 6 بار مدرسه هایی که او ساخته بود رو ویران کردند. نامی از او هست که ای کاش امروز آورده بودم در اینجا، نامی به مجلس نوشته در مورد کاری که با او کردند. این گامی که در تهران مدرسه رو باز کرده بود، پدر سید ضیاءالدین طباطبایی، سید علی یزدی، آخوندی بود، آخوند بسیار عقب مانده ای، شیخ علی یزدی منبر رفت و گفت نه تنها این مدرسه میخواهد ابجد رو از شما بگیره، بلکه میخواهد ابجد رو هم از شما بگیره. و رفتن و این مدرسه رو ویران کردن و یکی از کارکنان مدرسه در این ماجرا کشته شد. اگر اونها پس از 6-7 بار ویران کردن مدرسه یا آدم هایی که مانند او میاندیشیدند رو از شهر بیرون کردن ناامید نشدند، ما نباید ناامید بشویم. در این امنیتی که من از اون برخوردار هستم و با این امنیت میتوانم داوری های خودم رو و آگاهی های خودم رو در اختیار مردم قرار بدهم، بسیار شادمانم اگر همین شمار اندک شما هم میهنان هم به این سخنان گوش فرا دهید و ببینید و آگاه شوید و جستجوگر راستی ها باشید. کار ما گستراندن راستی هاست، اندیشه های نوست. اینکه چه زمانی این اندیشه های نو و راستی ها به بار خواهد نشست، کوشش یک باغبان است برای پرورش یک باغ، برای ساختن یک باغ زیبا، یک شبه شدنی نیست. و این است که پاسخ من به این همیهن گرامی این است که با همه گرفتاری هایی که در برابر ماست، دست کم من، و این رو میتوانم از زبان دوست گرامیم آقای مهری هم بگویم، که ما ناامید نباید باشیم و نخواهیم بود و امیدواری زیادی به آینده ایران در ما وجود داره. و دست کم من میتوانم بگویم که من نسبت به آینده ایران و به ویژه نسل جوان ایران بسیار بسیار خوشبین هستم و فکر میکنم ارزش های نوعی که در میان اونها روان گشته و پذیرفته میشود، گاه با شتاب سرانجام به بار خواهد نشست و به یک آینده بهتری در جامعه ایران خواهد انجامید. خب تقریبا به پایان برنامه رسیدیم و تنها یک نکته پایانی رو از سوی خواننده اینجا، از یک ششمه شنونده در اینجا بازگو میکنم و برنامه رو به پایان میرسانم. در گفتگوهایی که داشتم در برنامه های پیشین پیرامون چند زبان بودن در جامعه ما و اینکه وجود زبانهای گوناگون در کنار زبان فارسی مبنای پیدایش ملت‌ها نیست، مبنای فدرالیسم نیست، همین
گفتند که من خود من در واقع از سنگسر می آیم یا از پیرامون سنگسر می گویند. در سنگسر 18 کیلومتری حومه بخشدایی سمنان که اکنون به هم وصل شدن زبان یا گویش دوگانه دارند و می باید اینها با اینکه چندین زبان در اونجا وجود داره و پیرامون سمنان اینها در واقع مردم ایران هستند و این افسانه هایی رو که می سازن چون مردم مثلا در آذربایجان یا کردستان به زبانهای مادری متفاوتی از زبان فارسی سخن میگویند باید اینها یک دولت فدرال مستقل داشته باشند. ایشان هم در تایید سخن من میگویند پس باید در سمنان هم دو سه تا دولت فدرال داشته باشند. به پایان برنامه رسیدیم و امیدوارم که از سخنان من امروز خسته نشده باشید، چون بنا نبود که من به تنهایی با شما سخن بگویم و گفتگو داشته باشم، بنا بود که یک گفتگویی با جناب مهری داشته باشیم، ولی برون برنامه رو با بدون حضور ایشان پر کردیم و البته امیدوارم که دیگر چنین کاری رو من مجبور نشوم انجام بدم. با سپاس فراوان از شما و سپاس از برنامه ساز یا کارگردان برنامه. تا هفته آینده روز و روزگار بر شما خوش باد.